اینجا چند هفته پیش گندمزار محمد اسماعیل بود. امید داشت که امسال حاصلی بهتر میگیرد اما سیل کشتزارها را که یگانه منبع درآمدش بود نابود کرد. او به مثل صدها ساکن دیگری بغلان در غم خانوادهش است که اکنون چگونه تامین می کند. هم بود. بچم چه چور دستیم امی... امی کشیده بونیم که چه رقم میشه. آقیبت سیل در این روستا خانه های ویرانه مردم فقیر بسیاری ها در خیمه ها در شرایطی سخت شوشان را سپری می کنند مردم محتاج کمک حکومت است که طالبان آن را در دست دارند ما از حکومت می که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم در این میدان هستیم فعلا می که در این زندگی هم کردن نمی یونیسف یا بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سیلاب های بغلان زیاده از 300 کس جان باخته و 12 هزار خانه ویران شده است. برنامه قواری سازمان ملل میگوید که از سیلاب ها در افغانستان ده هزار نفر زیان دیدند. سیلاب های ویرانگر که در هفته های گذشته رخ داد بیش از 80 هزار تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی های زندگی کنند که سطح بالای نامنی غذایی دارند. دفتر برنامه آزوقواری سازمان ملل در افغانستان گفته است که برای یاری به مردم محتاج و آسیب دیده از سیلاب ها به بیشتر از 14 میلیون دلار نیاز دارد این در حال است که مؤسسه مذکور در سال گذشته به دلیل کمبود بودجه تقسیم یاری های غذایی را به ده میلیون نفر بس کرده است